این هفته بچه های بند 25 مهمون من هستن، گروهی که میدونم طرفدارای زیادی داره و بسیاری از شما با ترانه هاش آشنا هستید. در دقایق آینده درباره زندگی، موسیقی و برنامه های جدیدشون صحبت میکنیم. تامین و ایدل، به هر دوی شما سلام میکنم. مرسی از اینکه در دبی با ما همراه هستید. سلام بهنون جان، منم سلام میکنم به شما و بیننده های عزیز برنامه. سلام میکنم من هم به شما و همه عزیزانی که در حال حاضر بیننده این برنامه هستن. بچه ها، من سوالای خودم رو مطرح میکنم، شما به هر نحوی که مایل هستید جواب بدید. زندگی چطوره؟ این روزا کجا هستید؟ چی کارا میکنید؟ مرسی. ما کلا در این مدتی که خارج از ایران بودیم در دبی هستیم، دبی زندگی میکنیم، ولی خب به خاطر شرایط کاریمون و ضبط ویدیوهایی که داریم سفرهای زیادی رو به جاهای مختلف انجام میدیم. خدا رو شکر همه چی در حال حاضر خوبه. اشاره کردید در دبی زندگی میکنید، خب طبیعیه که بیشتر وقتتون هم اونجا باشید، ولی خیلی کنجکاوم بدونم غیر از موسیقی به چه کارهای دیگه میپردازید؟ یعنی روزتون چطور میگذره؟ بله، خب خونه ما دبی هست، در نتیجه بیشتر دبی هستیم و روزمون هم که همیشه مشغول کار کردن و موزیکامون هستیم. اینکه خب ما موزیک ویدیوامون هم خودمون میسازیم و حالا وقتی که مشغول ساخت موزیک نباشیم، مشغول ساخت موزیک ویدیویی. در هر صورت همیشه در حال کار کردنیم دیگه. و همه عزیزانی که بالاخره سررشته ای از این قضیه دارن میدونن که موزیک و کار کردن به صورت حرفه‌ای تو این رشته انقدر تایم میگیره، انقدر وقت آدم رو به صورت کامل برای خودش نگه میداره که وقت نمیشه اصلا کار دیگه ای انجام بده آدم. به نظر میاد کارتون حسابی گرفته و طرفدارای زیادی هم دارید. داشتم قبل از برنامه صفحه فیسبوکتون رو نگاه میکردم، از مرز 1 میلیون نفر هم گذشته که خب یه رقم خیلی جالب توجه و بالایی هم هست. چه احساسی دارید از این موضوع؟ یعنی اینکه کارا اینقدر گل کرده و شنونده های زیادی دارید. خب باعث افتخار ماست و خیلی خوشحالیم از این بابت که به این شکل بوده و همه هدف ما هم همین بوده. برای این بوده که هر کاری که میسازیم، هر انرژی که میذاریم برای کارها به شکلی باشه که همه عزیزانی که گوش میکنن دوست داشته باشن. خب خدا رو شکر تا این چند سالی که کار کردیم خوشبختانه این فیدبک رو گرفتیم از مردم و از طرفدارامون و از همینجا هم به همشون عشق بدیم و سلام میکنیم دوباره. ترانه های شما خیلی با هم فرق داره، یعنی تو سبکای متفاوتی تهیه شده. بعضیا شاد و پر انرژی، بعضیا خیلی آروم و ملایم و عاشقانه. دلیل این تنوع کاری چیه؟ چه سلیقه‌ای تو این زمینه دارین؟ خب مخاطب زیاده، خب سلیقه مخاطب هم متفاوته. ما تقریبا سعی میکنیم که تا جایی که میتونیم همه رو یه طوری راضی نگه داریم. یعنی خب یه سری ها یه سری ستایل های خاص دوست دارن، بعضی ها شاد دوست دارن، بعضی ها لایت دوست دارن، بعضی ها هیپ هاپ دوست دارن، بال پاپ دوست دارن، زاغا مختلف هاوس دوست دارن. ما سعی میکنیم تقریبا بتونیم جوابوی اکثریت باشیم. حالا خدا رو شکر تا یه حدی هم موفق شد. و واقعا کار کردن در یک سبک خاص برای خواننده خیلی راحت تره، به خاطر اینکه تمام فکرش و انرژیش رو میذاره رو اون استایل و کار میکنه. ولی اینکه شما بخواید سبک موزیکتون رو و سبک کارتون رو هر دفعه عوض بکنید خیلی سخت‌تر هست تا اینکه بخواید به صورت عادی یا مثلا یک سبک رو کار کنیم. ولی با همه این صحبت‌ها ما سعی میکنیم که این کار رو انجام بدیم تا شنونده‌ها و بیننده‌های بیشتری رو راضی نگه داریم از خودمون. از نظر موسیقی هم فضاهای مختلفی رو تجربه میکنید، یعنی تو ترانه هاتون رگه هایی از پاپ، هیپ هاپ و حتی رپ شنیده میشه. دلیل این تنوع کاری چیه؟ چه نگرشی در این رابطه دارید؟ خب من خب چون خودم رپ میخونم و رپ مینویسم، خب این رپ و هیپ هاپ رو سعی کردیم که تو تمام کارهامون داشته باشیم و به خاطر تلفیقی که داریم در این گروه، یعنی من و تامین، باید این تلفیق به صورت رپ و پاپ یا R&B با رپ رو انجام میدیم و فکر میکنم امروز مردم بیشتر این سبک‌ها رو دوست دارن و اگه تو کل موزیک‌های دنیا هم نگاه بکنید، در تمام مارکت‌های موزیک‌های مختلف دیگه این تلفیق خیلی بیشتر خودش رو داره نشون میده و قوی‌تر از
اینکه فقط شما پاپ یا رپ یا مثلا راک کار بکنین. البته میگم بازم سلیقه ها متفاوته، ولی این چیزیه که واقعا از اول باب ویل ما بوده و ما هم سعی کردیم این رو به بهترین نحو ارائه بکنیم تا دوستان گوش کنن و انشالله لذت میبرن. ولی خوندن تو سبکای مختلف هم کار ساده ای نیست، یعنی تفاوت های اساسی با هم داره. به همین موضوع بپردازیم، موقع انتخاب ترانه ها یا مثلا موقع خوندن اونا به چه نکاتی توجه میکنیم؟ بر چه اساس کارا انتخاب میشن؟ در جواب این سوال من جا داره واقعا تشکر کنم از تمامی هنرمندا و تمام ترانه سراهایی که برای ما ترانه میفرستن. واقعا شاید جایی نبوده که من از همه این دوستان تشکر بکنم. حجم بسیار زیادی از ترانه ها برای ما ارسال میشه و همچنین موزیک، که خب ما به خاطر اینکه برای انتخاب این ترانه ها خیلی از فیلترهای مختلف میگذرونیم در به خاطر سبک کاریمون و خب انتخابم میکنیم، خیلی از اونها رو اجرا میکنیم، خیلی از اونها رو تایید میکنیم و براش آهنگسازی میکنیم توسط بقیه آهنگسازهای دیگه. و راستشو بخوایم ما خیلی به ترانه و موزیک اهمیت میدیم، به خاطر اینکه هر اثر هنری که خلق میشه پتانسیل اینو داره که برای مدت‌های بسیار زیادی شنیده بشه و دیده بشه، در نتیجه باید خیلی دقت بشه روش. خب اون قسمتی از کارها که من خودم می‌نویسم در قسمت‌های رپش، خب دیگه اون تأثیر مستقیم من و تامین هست که توی کارها با هم دیگه در موردش صحبت می‌کنیم، و اون قسمتی هم که دوستان ترانه‌سرا زحمتشو می‌کشن. باز هم اگر جاهایش مثلا قرار باشه عوض بشه باهاشون صحبت میکنیم، ازشون میخواییم که تو اون حال و هوایی که ما میخوام بنویسن. و میگم این قسمت قسمت خیلی مهمی هست و اصلا آسون نیست. شما ازدواج کردید و به سلامتی زندگی خیلی خوبی هم دارید. حالا میز ما چوبی نیست من بزنم رو تخته، ولی خدا رو شکر همه چیز به خوبی پیش میره براتون. درباره همین موضوع صحبت کنید، یعنی این رابطه عاشقانه، این ازدواجتون چه تأثیری رو فعالیت‌های هنریتون داره؟ شده هیچ وقت دچار اختلاف نظر یا سلیقه بشید؟ بر چه اساس کارا انتخاب میشه؟ درباره این همکاری توضیح بدید. بله خدا رو شکر ما با عشق ازدواج کردیم و این عشق هم هر روز زیادتر میشه و خودش رو فکر کنم تو کارهای ما نشون میده. چیزی نیست که یعنی خودش خود به خود جاری میشه. من که خیلی هم تأثیر داره. حالا اختلاف نظر که هیچ وقت نداشتیم. همیشه از نظر همدیگه استفاده میکنیم. آره اگر عیده لذیذ چیز خاصی تو ذهنشه خب رو تمرکز میکنیم و عملیش میکنیم. اگر من چیز خاصی تو ذهنمه خاصا استقبال میکنیم. خیلی اتفاقا خوبم هست، رو پیشرفت کارمون تأثیر خیلی بیشتری داره. درباره ترانه همیشه با همیم صحبت کنیم که یکی از ترانه های موفق ایرانی بود که در ماهای اخیر منتشر شد. شما در این ترانه از با هم بودن صحبت میکنید، از رابطه عاشقانه ای که دارید و خلاصه اینکه همه چیز بر وفق مراده. به نظرم میاد خیلی حالت شخصی داره این ترانه. نظر خودتون چیه؟ چه پیامی داره؟ خب همیشه با همین من میتونم بگم که پیامش کلمه به کلمه و خط به خط کاملا خودش رو به صورت خیلی ساده به گوش همه میرسونه. اینکه ما قهر نمی کنیم، سر هیچ چیزی با هم دیگه بحث نمی کنیم، دروغ نمیگیم، به هم دیگه پاس میدیم، لجبازی نمی کنیم، مثلا همیشه با همین به هم عشق میدیم، به هم محبت میکنیم، پشت هم دیگه رو خالی نمی کنیم، برای هم دیگه قوت قلبیم. اینا میتونه کلمه به کلمهش پیامی باشه که اگر واقعا شما نگاه بکنید شاید در جاش در زندگی خیلی از مردم در سراسر دنیا خالی باشه. ولی ما سعی کردیم با این ترانه تمرین کنیم و کاری بکنیم که با شنیدن این قضیه این کارها و این اعمال انجام بشه و امیدواریم که تأثیر خودش گذاشته. و میگم خدا رو شکر برای ما که پرفکت بوده، عالی بوده و فیدبکی هم که داشته واقعا ما رو راضی کرده. و همیشه با همین هم داستان زندگی ماست. من دعا میکنم که داستان زندگی همه عزیزایی باشه که بالاخره جفت هستن و بعضی سخت زندگی میکنن و هم همه عاشق باشن. و واقعا ما خیلی خوشحالیم اینکه شما میگین که از ترانه های مثبت و خوب بوده در مارکت. واقعا ما
این لطفی که دوستان به ما داشتن بارها و بارها با ایمیل هاشون، با کامنت هاشون، با مسیج هاشون اینو به ما رسوندن که با شنیدن و تکرار کردن این ترانه رابطه هاشون محکمتر و قویتر و خیلی عمیق‌تر شده و این فقط و فقط باعث افتخار ماست و از همینجا به همتون تبریک میگیم. ما خیلی ایمیل دریافت کردیم که دوستان عزیزی باز هم جدا شده بودن متاسفانه و خوشبختانه دوباره برگشتن و اینکه واقعا یعنی این همه قدرت میتونه داشته باشه، یه کلام خیلی ساده ولی همین که خب بالاخره خلوص توش بود و واقعیت داشت واقعا تاثیر خودش گذاشته و ما خیلی خوشحالیم از این بابت. تا اونجایی که من میدونم شما برای همه ترانه هاتون موزیک ویدیو ساختید، به همین مسئله بپردازیم. چرا این موضوع براتون خیلی مهمه؟ یعنی تاکید دارید حتما تمام ترانه ها موزیک ویدیو داشته باشه؟ خب همونطور که صدا تأثیر خودش رو میذاره از نظر دیداری اونم یه تأثیر خیلی مهم میداره، یعنی اینکه تو بهتر و خیلی راحتتر میتونی احساس خودتو نشون بدی و بیان کنی با ویدیو. خب که خدا رو شکر ویدیوها رو ما خودمون میسازیم، خب برام خیلی راحتتره دیگه، کارو میسازیم ویدیوش هم میسازیم، خب ما کاری که بجز موزیک نداریم. و اینکه الان به لطف تکنولوژی و این شبکه‌های ماهواره‌ای که حمایت میکنن الان خواننده‌ای که حالا چه داخل کشور چه خارج از کشور هستن، به لطف این عزیزان قسمت دیداری هم خب بالاخره حل شده. یکی از نکاتی که تو موزیک ویدیوهای شما جلب توجه میکنه این لباسایی که میپوشید، یعنی خیلی رنگی متفاوت چشمگیره، از این نظر به چه نکاتی توجه میکنید و چطور این لباس ها انتخاب میشه؟ کسی بهتون کمک میکنه یا مثلا فشن پلیس دارین؟ مرسی، لطف دارین. نه مشورت خاصی نمی کنیم، خب همش سلیقه خودمونه و دوست داریم که متفاوت هم باشیم و اگر دوست داریم چیزی که دوست داریم بپوشیم، شاید دلیلش اینه که دنبال روی پوشش خاصی نیستیم، چیزی که خودمون دوست داریم میبینیم خوشمون میاد با هم دیزاین میکنیم که چی با چی خوشگل تره یا هر چی که به سلیقه خودمون خوب میشه خب ترمون میکنیم دیگه. خدا رو شکر که مورد پسند واقع شده و من فکر میکنم ما یه فرصتی میدیم به دوستانی که بالاخره چون میدونین ما در کشورمون حالا الان خیلی 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 بهتر شده جدیدن، خیلی از بچه ها امروزه خیلی لباس های خیلی خوب دیزاین میکنن، دیزاینرهای خیلی خوبی ما داخل ایران داریم و خب این باید بیشتر و بیشتر بشه و ما خودمون داریم به نوبه خودمون چون بالاخره یه رسانه هستیم و میتونیم خودمون رو نشون بدیم، داریم این پارت از هنر رو هم به یه شکل متفاوتی نشون میدیم تا بالاخره ما هم در مارکت دیزاین و طراحی لباس و اینا بتونیم بالاخره یه قسمتی رو برای خودمون داشته باشیم. شما مدتی به صورت جدی فعالیت‌های هنری خودتون رو شروع کردید، یعنی به عنوان یک گروه موسیقی وارد این عرصه شدید و دارید کار میکنید. شرایط مالی چطوره؟ اوضاع و احوال مناسب راضی هستید؟ یعنی آیا هزینه تولید ترانه‌ها و موزیک ویدیوها تأمین میشه؟ خب خدا رو شکر میگم ما از نظر مالی بالاخره خب میگم خدا رو شکر و خوب هست، ولی من یه نکته مهمی رو میخوام به دوستانی که علاقه دارن به کار موزیک و کار هنر و وارد شدن به قسمت حرفه‌ای مارکت اینه که باید این حرفه رو به صورت یک سرمایه گذاری بلند مدت برای خودشون برنامه ریزی کنن و باید برای مثلا 2-3 سال مثل یک سرمایه گذاری در یه هر کاری به اینکام و به درآمدش فکر نکنن، باید بسازن، دیده بشن، کارهای خوب بکنن، انجام بدن تا بعد برسه به اون مرحله‌ای که به درآمد هم میرسه و از همینجا میتونم بگم که درآمد خیلی خوبی هم خواهد داشت اگر که به صورت حرفه‌ای کار بشه، اگر که سرمایه گذاری های درست روش انجام بشه. خب راه‌های مختلفی هم داره، میتونن بالاخره با این که با کارهایی که انجام میدن نظر اسپانسرهای مختلف رو به خودشون جلب بکنن، میتونن بالاخره از دوستان هنرمندی که میتونن باهاشون همکاری بکنن در اول کار به صورت یک گروه شروع بکنن و بعد امیدوارم که درآمد هم خواهد داشت و بالاخره برای خودش کار موزیک در دنیا یک حرفه کاملا
پولساز هست، ولی خب متاسفانه در مارکت موزیک ایران به اون شکل نیست، اونم به خاطر مسائل و مشکلاتی که همیشه در کار ایرانی ها به خاطر نبودنشون در کشور خودشون یا حالا دوستانی که در ایران هستن به خاطر نگرفتن مجوز، سختی های خودش، پشت درهای وزارت ارشاد موندن یا در خارج از ایران به خاطر هزینه های بالای ساخت موزیک و ویدیو بوده. ولی میگم اگر بتونن این موانع رو بگذرونن مطمئنن درآمد خوبی هم داشت. مثل یک کوه میمونه که رسیدن به اون بالا سخته، ولی وقتی میرسی به اون نوک قله دیدن اون منظره میتونه اصلا خیلی آرومت بکنه و لذت بخش. درباره باش تا ببینی صحبت کنیم. یکی دیگه از ترانه هایی که در ماه های اخیر از شما منتشر شده، ترانه عاشقانه و پر احساسی هم هست و نظرات مثبت زیادی پیرامونش وجود داره. به این ترانه بپردازیم، چطور شکل گرفت و چه پیامی داره؟ ترانه باش تا ببینی، کلا موزیک باش تا ببینی مربوط به 3 سال پیشه، شاید 3 سال و خورده، 3 سال و یکمی بیشتر داره. و نمیدونم واقعا چرا این کار طول کشید، کارهای دیگه اومد، ما تصمیم گرفتیم که اونا رو اول پخش کنیم و این باش تا ببینی بود و ما هر کشوری که میرفتیم یه قسمت براش ضبط میکردیم و اضافه میکردیم به ویدیو کلیپ باش تا ببینی. تازگی اومد بیرون و خب خوشبختانه خیلی هم استقبال شد و دوستان همیشه لطف دارن در مورد این ترانه و ویدیو، هم خیلی ممنونیم ازش. سوال بعدی من یه مقدار جنبه شخصی داره، خیلی دوست دارم بدونم زندگی خود شما تا چه میزان الهام بخش ترانه ها و موسیقی گروهه، یعنی همین عشق و مهر و محبتی که تو ترانه ها ازش صحبت میکنین تا چه میزان برگرفته از زندگی خودتونه، چقدر تو زندگیتون وجود داره؟ خب بینی جان خدا رو شکر به خاطر که زندگی ما خیلی با عشق هست و هیچ نقطه تاریکی توش نداره، اون شعرهایی که شاده خب برگرفته و الهام بخش از زندگی خودمونه و اون قسمتهایی که غمگینه دوری رو میگه یا انتظار رو، بهتره بگم انتظار رو میگه و خیلی هم سخته، خب اون به زندگی ما مربوط نمیشه و اینکه خودمون رو بخوایم قرار بدیم در قالب شخصی که دور هست، در انتظار هست، ناراحته و این خیلی واقعا کار خیلی طاقت فرسا و سختیه، ولی این کار رو انجام میدیم و حتی نوشتنش درسته خیلی سخته واقعا در موقعیت خودتو قرار بدی که هیچ احساس بدی نسبت مثلا به این رابطه دوری یا مثلا اینکه مثلا تو دوست داری برسی نداری، ولی مجبوری که اون رو بنویسی. ولی خب بالاخره شرایط کاری ما به خاطر کارمون این رو ایجاب میکنه که ما هر دوی این مسائل رو در کنار هم انجام بدیم و تمام سعیمون رو میکنیم که به بهترین شکل این کار انجام بشه و دیگه بقیهش دوستان و عزیزانی هستن که میبینن و اونا باید دوست داشته باشن. به موزیک ویدیو این ترانه هم بپردازیم. مثل اینکه در شهرهای مختلفی فیلم برداری شده، به همین مسئله بپردازیم، به کجاها سفر کردین و در تهیه موزیک ویدیو چه نکاتی رو در نظر گرفتین؟ درسته، باش تا ببینی رو ما توی کشورهای مختلفی مثل دبی، مالزی، هندوستان، ترکیه، لندن فیلم برداری کردیم. بالاخره سفرهایی که داشتیم همونطوری که گفتم و نکاتی هم که توش دقت کردیم، فقط خواستیم یک رابطه عاشقانه‌ای رو نشون بدیم بین دو نفر که نباید واقعا این رابطه فراموش بشه. یکی دیگه از اون نکاتی که تو موزیک ویدیوهای اخیر شما جلب توجه میکنه این عشق و مهر و محبت و علاقه ای که تو صحنه های مختلف اون وجود داره، یعنی کنار هم راه میرین، همدیگر رو با آغوش میگیرید، میبوسید، بغل میکنید، خلاصه خیلی عاشقانه و رمانتیکه، موضوعی که تو موزیک ویدیوهای ایرانی شاید به اون صورت بهش پرداخته نمیشه. خیلی کنجکاوم بدونم چرا شما رو این قضیه تاکید دارید و دلتون میخواد این صحنه ها به این صورت تهیه بشه؟ البته این رابطه‌ای که ما همیشه با هم داریم، یعنی اگر سختی هست، اگر کار زیاد هست، یعنی به هر جهت بالاخره اگر مشکلی هست، البته تو رابطه نه، منظورم در زمینه کاری هست، خب آدم نباید فراموش کنه یه خانوم و آقا تو
هر شرایطی باید همدیگر رو ببوسن، باید همدیگر رو بغل کنن و هم آرامش بدن. همین بغل کردن خودش یه آرامش خیلی عظیمی به آدم میده. خب اینو باید آدم استفاده کنه ازش دیگه، ما هم استفاده میکنیم. درسته. و واقعا ما امیدواریم که هیچ موقع در زندگی های دو نفره و حتی زمانی که بچه های زیادی وارد زندگی میشن، این روابط و این عشق ورزیدن ها کمرنگ و فراموش نشه. و همینطور که ببینیم ما خیلی ها رو داخل کشورمون هنوز داریم که میگن دیگه از ما گذشته، یا حالا که دیگه دوران دیگه ازدواجمون تازه عروس و تازه دوماد که نیستی. خب اصلا خب ربطی نداره، اتفاقا هر چقدر یک رابطه ادامه پیدا میکنه خیلی نزدیکتر میشه و باید عمیقتر میشه و این احتیاجه. واقعا یه زن احتیاج داره، یک مرد احتیاج داره به آغوش کشیدن، به نزدیک بودن. با ما هم سعی کردیم که این رو واقعا نشون بدیم و کاملا باهاش اوکی هستیم و دوست داریم که این اتفاق برای تمام روابطی که در پایه عشق هست بیفته و مطمئناً تأثیرات خوبش هم عشق خالص واقعاً میتونه تأثیرات خودش هم داشته باشه. درباره از پیشم میری هم صحبت کنیم. آخرین ترانه‌ای که ازتون منتشر شده، این چه داستانی داره؟ شناسامش چیه؟ چطور شکل گرفت؟ درست، از پیشم میریم آخرین کار ما هست و همونطور که گفتیم بالاخره تو شرایط کاری ما لازمه که ما برای احساسات مختلفی کار بسازیم و کار بخونیم. خب خیلی از افراد هم هستن که با این سبک موزیک ها رابطه خیلی نزدیکی برقرار میکنن و خب ما از نظر سبک ملودی، تنظیم خیلی رابطه خوبی با از پیشم میری برقرار کردیم و جو شده که از کارهای ما که ویدیوش هم ساختیم و خودمون هم خیلی دوستش داریم، سالها باهاش زندگی کردیم، زدیم، خوندیمش تا به این مرحله از اجرا رسید که خدا رو شکر استقبال خیلی خوبی هم ازش شد. بازم تشکر میکنم از همین شمایی که همیشه تو تمام کارها این عشق و علاقه رو به ما برمیگه. در ماهای اخیر ترانه های مختلفی از شما روانه بازار شده که سینگل بوده یا تک ترانه. حالا سوالم اینه که در آینده هم همین رویه رو ادامه میدید؟ یعنی سینگل یا تک ترانه منتشر میکنید یا اینکه آلبومی در دست تهیه دارید؟ هیچ برنامه‌ای در این زمینه هست؟ ما در حال حاضر یه آلبوم آماده داریم که حالا داریم تصویر میدیم که چه کار کنیم با این آلبوم. آیا همه آلبوم رو یه دفعه بدیم بیرون یا اینکه ترک ترک کار رو بدیم بیرون. هنوز تصمیم گیری قطعی نکردیم ولی خب آلبوم الان در حال حاضر آماده داریم. بچه ها چه انتظاری از طرفدارانتون دارید؟ اونها چطور میتونن در صحنه باشن و از شما حمایت کنن؟ این پشتیبانی اونها چقدر براتون مهمه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه رو فعالیت‌های گروه؟ راستش حمایت، خودتون هم گفتید، حمایت کردن از هر آرتیستی بزرگترین انرژی رو میده به اون، حالا چه از نظر مسائل احساسی و بالاخره پشتوانه‌ای باشه چه از نظر مسائل مادی. واقعا ساختن ویدیوها، ساختن موزیک‌ها هزینه‌های خیلی زیادی داره. مثلا ما خودمون تو کارمون سعی می‌کنیم از بالاترین کوالیتی‌های مثلا سینمایی برای ضبط ویدیوهامون استفاده بکنیم و خب میشه با هزینه‌های خیلی کمتر هم این کارها رو انجام داد، ولی خب ما به خاطر احترامی که به بیننده و شنوندمون می‌ذاریم سعی می‌کنیم که با بالاترین کوالیتی این کار رو انجام بدیم و ساختن این کارها و ویدیوها همونطور که گفتم هزینه هایی داره که دوستان اگر اونایی که میتونن و در توانشون هست میتونن خریداری کنن، چون تمام کارها در سایت هایی مثل آیتونز یا هم سی دی بیبی یا جاهایی که بالاخره برای مخصوص فروش هست گذاشته شده. نه، ما برای تمام خواننده ها، برای تمام هنرمند ها، برای تمام، حتی من میگم فیلم رو کپیش رو نگاه نکنید، ترک رو دانلود نکنید. میگم خب بالاخره تو ایران یه سری شرایطی هست که این امکانات در برای دوستان نیست. شاید مثلا واقعا بعضیا، یعنی خیلی از دوستان از نظر مالی براشون 2-3 هزار تومان، یه دلاری که مثلا 3 هزار تومانی که قراره این ترک رو بخرن هزینه آنچنانی نباشه، ولی شرایط و امکانش برای خریدش وجود نداره. ولی من خواهش میکنم از اینجا برای
احترام گذاشتن به این مارکت و هر روز و هر روز بالاتر بردنش و حرفه‌ای‌تر شدنش، اون دوستانی که امکانش رو دارن اینو خریداری بکنن و یک ساپورتی باشه برای تمام هنرمندایی که دارن تو مارکت کار میکنن. من همه این مدتی که شما داشتین به سوالای من جواب میدادین حواسم پیش اون سگی بود که رو پای تامی نشسته بود. خیلی کنجکاوم بدونم اون سگ اونجا چیکار میکنه، جریانش چیه؟ اینم عضوی از خانواده شماست؟ بله، این کوچولو عضو خانواده ماست، یکی از اعضای خانواده است. ما خیلی حیوانا رو خیلی دوست داریم، خیلی زیاد، و خب این کوچولو هم یکی از اعضای خانواده ماست. اسمش هم ببیه، ببی کوچولو. سلام کرده از اینجا به همه سلام میکنه ببی. و واقعا میگم به خاطر اون احترام زیادی که ما به حیوانات میذاریم گیاهخواری میکنیم و فکر میکنم که یه مقداری فرشتر هم هست و هیچ آسیبی هم نمیرسونه. اون دوستانی هم که میتونن این رو تحمل کنن، نخوردن گوشت رو، یک امتحانی هم این گیاهخواری رو بکنن، شاید اصلا خوششون اومد و دوست داشتن و اونا هم به این جامعه بزرگ حیوانات یک عشق بزرگی بدن و دوستشون داشته باشن بیشتر و بیشتر و بیشتر. پیش از برنامه که با ایدل صحبت میکردم به هم گفت یکی از ترانه های گروه شما رو در فیلم جدید جان استوارت استفاده کردن، فیلمی به نام روز واتر یا گلاب که به زودی هم اکران سراسریش آغاز میشه. به همین مسئله بپردازیم، چطور این همکاری شکل گرفت و کدوم یکی از ترانه هاتون رو در این فیلم استفاده کردن؟ بله، آی جان استوارت در آخرین فیلمشون همطور که گفتید روز واتر گلاب از موزیک یه باد خنک ما استفاده کردن. خوششون اومده بود از این موزیک، از شکلش، سبک و سیاقش و این رابطه دو نفری که هست، تایپ موزیک، شاد بودنش، و تصمیم گرفتن که این موزیک رو برای این فیلم استفاده بکنن. با ما تماس گرفتن و ما هم خیلی خیلی خوشحال هستیم از این همکاری. خیلی استقبال کردیم و خیلی دوست داشتیم که وارد این قسمت از کار سینما هم باهاش آشنا شدیم و یه همکاری جدیدی است. در پایان این گفتگو اگه مطلب خاصی هست که مایلید بهش اشاره کنید یا موضوعی هست که میخواین با بیننده ها در میون بذارید خوشحال میشیم بشنویم. مرسی بهنود جان. من میتونم در آخر صحبت هامون به یک مسئله که واقعا ما رو مدت هاست ناراحت کرده اشاره بکنم. دوتا از عزیزانی که برای ما کارهای تصویری انجام دادن، احمد سانقه و کامبیز اخباری، به اتهام و جرم اینکه موزیک ویدیو رو برای ما ساختن الان در زندان هستن، در زندان رجای شهر هستن و حکم یک ساله خودشون رو باید بگذرونن برای ساخت موزیک ویدیو. واقعا ما این طرف هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ولی امیدواریم و آرزو میکنیم که این جامعه و هنری بتونه در آرامش و یه فضای خیلی حرفه‌ای به کار خودش ادامه بده و اصلا شاهد همچین مسائلی نباشیم. هنرمندای خیلی زیادی داخل ایران داریم، چه در زمینه صدا، چه در زمینه تصویر، چه در زمینه موزیک، در خیلی از زمینه‌های هنری فوق‌العاده حرفه‌ای هستن، ولی متاسفانه فقط باید با ترس کار انجام بدن، یا حتی اگه کار هنری انجام بدن لااقل به جایی که تقدیر بشه ازشون که نباید برن تو زندان. یعنی این واقعا درست نیست. اگه مسئولین بتونن کاری انجام بدن، یه مقدار فضای بازتری ایجاد کنن داخل کشور، بالاخره جوان ها خیلی علاقه دارن. ما واقعا این طرف با هر کدوم از دوستان غیر ایرانیمون که صحبت میکنیم و این مسئله رو مطرح میکنیم، اصلا متوجه نمیشن ما چی میگیم. یعنی هی با خودشون میگن اوکی، خب یه نفر یه ویدئویی رو ساخته، حالا چرا باید بره زندان؟ هی ما توضیح میدیم که یعنی اصلا در جوامع خارجی این قضیه یه چیزیه که هیچ کس فکر این رو نمیکنه که یک کسی که کار تصویر میکنه یا کار موزیک میکنه، اونم برای یک گروه دیگه یا برای یه خواننده دیگه، به جرم این قضیه باید یک سال یا مثلا تو بقیه دوست بعضی از دوستان اصلا بیشتر یا کمتر در زندان باشن. واقعا فضای زندان، فضای برای کسی که همچین کاری رو انجام داده، جای هنرمند نیست. جای خیلی کسا نیست، ولی جای هنرمند هم نیست. واقعا آرزو میکنیم که این مسائل و مشکلات حل بشه و هیچ کدوم از این چیزها رو ما دیگه نبینیم واقعا. انشاءالله.
تامین و ایدل عزیز، از اینکه در شهر دبی مهمون من بودید و در این گفتگو شرکت کردید ازتون سپاسگزارم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم در ادامه برنامه ها و پروژه‌هایی که در پیش دارید. مرسی بهنو جان، خوشحال شدیم از اینکه با هم صحبت کردیم و اینکه مردم هم وارد زندگی شخصی ما تا حدودی شدن. خیلی خوشحالیم، برای همه آرزوی سلامتی و خوشبختی و شادی داریم. منم خداحافظی میکنم از همه شما، از شما بهنو جان، و امیدوارم که همیشه در سایه عشق و صلح و آرامش در کنار همدیگه بتونیم زندگی بکنیم، خارج از هر رنگ و نژاد و سلیقه و دین و مذهبی، دوست و برادر و خواهر هم دیگه باشیم. از همینجا همه شما عزیزان رو میبوسم. خدا نگهدار. با تشکر از تامین و ایدل که در شهر دبی مهمون من بودن و در این گفتگو شرکت کردند.